شما کل دعاهای پیغمبرها را عقیده تان از قرآن بگیرین کل دعای پیغمبرا را سوال کنین ما متاسفانه میریم دعای دیگار را دلیل میگیریم اکثر ما که مشکل ما پیدا میشه او کسی که جر بحث میکنه نمیگه قرآن بانه که بیان که دعا را از قرآن بگیریم میگه نه دعای فلانی شیخ دعا دعای فلانی فلانی آن او شیخ یا فلانی را من چی کنم عقیده کتاب عقیده که الله را حفظ کرده و بر ما روان کرده در کتاب بیبی بی که آیا کدام پیغمبری بغیر از اللهم یا کدام دعای بغیر از این هست؟ اللهم و یا ربنا، پروردگار ما. مشکل ما در این نقطه هست و مشکل اکثریت مردم که افتاده چند گروه میشه و کلش داده و زخم میره بخاطر از اینکه قرآن در طاق بلند اونجا سر دروازه خود نصب کرده و هیچ وقت قرآن را قرآن کتاب عقیده هست به شما و شما کتاب اسقاط است قرآن کتاب زندگی هست ما میگیم نه کتاب مرده ها هست قرآن کتاب است که در خانه گذاشته شده و اون ما میبریم میگیم نه در زیارت با قرآن کتاب است که باید یک پوش داشته باشه و فورا باز کنی هر روزه بخوانی میگیم نه قرآن باید هیچ دست نخورده و هم تو خوب صفا ستره و با خط تلایی نوشته شده و سر دروازه گذاشته شده یا در یک جای بلند گذاشته شود پس ای قرآن با ای اسلوبی که ما از قرآن استفاده میکنیم آیا میتونیم هدایت شویم؟ از این خاطر مشکل است